نیلوفر رجب و در وقت رید علیه زن های هجاب پوش دستگیر شد و در دوامی یک چند ساعت زیر فیچراری و تحقیر کنی در شعبه وزارت کارهای داخلی سینایدو قرار گرفت. پس از این نیلوفر بیتاب شد و با یک عذاب راه میگشت. در این خصوص رادیو آزادی اطلاع میدهد. حادثه مذکور روزی 14 دکمبر در وقتی برگشتن نیلوفر از بیمارخانه به منزل زیست رخ داد. در راه مرا نمایندگان کمیته آید به کارهای زنان و کارکنان ملیسه دستگیر نمودند. مرا و 4 نفر زنهای هجاب‌پوش دیگر را برای گزارانیدنی صحبتی توضیحی به شعبه ملیسه ناحیه سینا بردند. نقل میکند جبر دیده. زنها و دخترها بودند. بعد به ما گفتن که اینقدر زنکای خوشرو ختون چیده خ پچوندن. بنابر گفته زن در شعبه ملیسه 15-20 نفر زنهای دیگر نیز قرار داشتند. همه را با حبس 15 شبانه روزی تهدید میکردند. وقتی که نیلوفر حقوقهایش را طلب کرد او را به تهخانه برده سخت لتوکوب کردند و تهدید کردند که در زیر ثبت نوار ویدیویی او را تجاوز خواهند کرد. پس از 10 ساعتی پرسیش نیلوفر را رهایی کردند. آن هم باشد تنها پس از آمدن مادر نیلوفر و علامت ابراهیم زاده عملی گردید. تو زده باشی الهی نکم دستکات شکر نگفتم آوازان محکم شد. دیوی بریوتی تو انفرماسیو ای کتو هم دایو تکو انفرماسیو؟ جالبی دقت است که هرچند نمایندگان رژیم رحمان در وقتی برآمدهای رسمیشان در میدانهای بین الخلقی و در نزد خبرنگاران چندین مرتبه حالتهای تعقیب زنان تاجیک را برای پوشیدن لباس اسلامی رد کرده میآیند، در قریب الوقوع نماینده ماموریت رئیس جمهور در همصحبت تلفنی با بلاگری تاجیک عبدالرحمن ابراز نمود که پوشیدن حجاب و ستر در کشور منع شده است. در تاجیکستان ممکن نیست.